بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام احترام آرزو دارم جور سرمند باشین شاگردای نازنینم شاگردای نابغه شاگردای زحمتکش متخصصین آینده علامه های آیندی دورانی که شما به خیر فارغ درس تان می باشین از این امروز شما این تندیشه ها داشته باشین رهبرای آینده وطن سازای آینده انسان متحد آینده از درس خواندن تا نامعلوم میشه خداوند لحظه لحظه را به عبادت حساب کنه اجر بتا برمام دعا کنین و همین دوایی که جان جور باشه و عمر طولانی که خدمت شما را کده برم ما زیاد در ذهنم برای درس های مختلف دارم یعنی سیستم های مختلف در ذهنم میگرده اما فرصت برم کم می باشه. که بخیر باشم یعنی من کلام رو تلاش میست که یک نصاب صحیح جور خواد کردیم ما و شما ولی تا او وقت لطفا در سار خوب شدید بخونین هم وطن گرام به دیگران خبر کنین ای باید دیگه افغان بی سواد نداشته باشیم این تلاش ما همیز دیگه هم وطن کدوم کدام افغان بی سوادی میکنه بی غیرت است درس است تعلیم است خیر دمی نزدیکی هستن فعال شروع میکنم دیگه کسی نمیخوانه او بی غیرت ترین انسانی روی زمین. است سینما تو از طرف مک خفا میشی شو گپ معنی است چرا وطن در بدر ماجر مسافر حال و اولاد دور از پدر مادر مادن میره یک در بدری گدای دیگه هنوز درس نخونیم خب بی غیرت هستیم دیگه ما چی بگوییم نگوییم بی غیرتی درس فیزیک هست درس فیزیک است درس فیزیک فیزیک خو مضمونه شیرین اما تک ساینس خالص است صفحه 28 کتاب گنجنی فیزیک یک و درس 19 و تاریخ 19 19 1401 14 صد یک اجری شمسی است ما و شما ویکتور ها رو خوانده بودیم و در درس های قبلی چند تا فرموله که ما شما خواندیم یک مروره که اگر شب بد نمیشه آره خواندیم که ای مربع جمع بی مربع دوی بی کوساین تیتا حتما شما فهمیدین دیگه میده گفتین از پشت ما با زیر در سه حالت خواندیم بر تیتای صفر داشتیم که آر مساویست ای جمع بی بر تیتای نوت داشتیم که آر مساویست با ای مربع جمع بی مربع و بر تیتای 180 داشتیم که ای منفی بی ای داشتیم بعدش هم دوستای نازنین تجزیه به مرکبات خواندیم که آر اکس مساوی بود به آر ضرب کوساین تتا و آر وای مساوی بود به آر ضرب ساین تتا و همچنان داشتیم که آر مساوی است آر اکس مربع جمع آر وای مربع و داشتیم که تانجانت تتا مساوی است آر وای بر آر اکس اینه تو فرموله کار خونده بودیم عنوان ضرب اسکالر دو وکتور حاصل ضرب کمیت اسکالر که ان باشه در وکتور ای وکتوری است وکتوری است مانند بی که به اندازه این برابر ای است خوب گوش کنین این میاییم ضرب یک وکتور ای میکنیم این مساوی میشه به یک وکتور بی ای بی چی است e b مدل n برابر a از دیگه یعنی مفهوم گپچی فکر کنید یک وکتور داشته باشیم دو سانتی متر همین ضرب 5 کنیم وکتور نوکی b از اصل میشه مساوی است با 10 سانتی متر و 10 سانتی متر 5 برابر از وکتور است اونم وقتی که ضرب میکنید هم مقادرت در صورتی که یک مقدار ثابت باشد وکتور b هم جهت با وکتور a اصل میشه عدد مثبت باشه ولی اگر n منفی باشه باز وکتور بی مخالف جهت وکتور ای می باشه انشالا گفه گرفته خب سوال داده گفته اندازه وکتور داده شده را دریابید چی گفته؟ ما براتون کار میکنم گفته ای 20 سانتی متر است ای گفته 20 سانتی متر است شاگردای نازنینم خوب گوش کنین یک وکتور است ای 20 سانتی متر اول از ما شما سوال کده گفته یک بر دو ایرا را دریابید یک بر دو ای دریابید شما بگوین یک بر دو ضرب ده ضرب بیست که مساوی میشه با ده سانتی متر باز گفته دو ایرا را دریابید بگوین دو به جای ای چند وزه کنین بیست سانتی متر بگوین چل سانتی متر میگه نه یک منفی یک بر دو ایرا دریابید منفی یک بر دو ای را دریابید منفی یک بر دو دوستای نازنینم چی گپ است منفی یک بر دو ای ده سانتی متر است اما با جهت مخالف وکتور اولی با جهت مخالف وکتور اولی یعنی وکتور اولی اگر 20 سانتی بود ای 10 سانتی به طرف حاصل اصل ضربش اترس منفی یک و امی منفی دو ایرام خواسته که بازم 40 سانتی و متر میشه ولی با جهت مخالف وکتور اولی متوجه شده ان شاء الله ببین بخونیم اصل ضرب اسکالر یا عدد در یک وکتور اگر یک عدد مثل کما این گفتیم اینجا گفته در یک وکتور مانند ای ضرب شود یک وکتور که ای حاصل میشه که در دو حالت زاویه وجود داره اگر ک ک مثبت بود که ای ام جهت با ای می باشه اگر منفی بود مخالف جهت می باشه که گفتیم دیگه خواص اصل ضرب وکتورا را گفته اصل ضرب وکتورا دو نوع می باشه یکی اصل ضرب اسکالری یکی اصل ضرب وکتوریس، حاصل ضرب اسکالری این نوع حاصل ضرب به نام حاصل ضرب نقطوی ها یاد میشه چون در ضربش نقطه مانده میشه در حالی که در ضرب وکتوری باز چلی پا گرفته میشه درست یاد میشه و نتیجه نمیشه یک کمیت اسکالری است حاصل ضرب اسکالری دو وکتور اسکالری است اسکالری است و به این شکل نشان داده میشه نگرفته ای ضرب بی خوانده میشه ای نقطه بی ای ویکتور بی وکتور. انتخاب و اصل ضرب وکتوری وکتور است اینه اصل ضرب به نام ضرب چلیپایی یاد میشه و نتیجه نمیشه یک کمیت وکتوری سدز اسکالری به تزی وکتوری اصل ضرب چلیپایی به این شکل نشان داده میشه و خوانده میشه ای ضربی او ای نقطه بی ای ای ضربی بی ان متوجه شدیم خب دوستایی نازنین گپ دیگه که باید یاد بگیریم مرتسم وکتور است ارگا وکتور ای با مستقیم ال زاویه تتا را تشکیل دهد از انجام های وکتوری برای خط ال دو عمود ترسیم میکنیم که فاصله بین این عمود مرتسم وکتور ای است و اله به نام محور ارتسام یاد میکنیم خوب گوش کنیم خوب گوش اینجا یک خط ال باشه یک خط ال اینجا یک وکتور ای باشه یک وکتور ای مرتسم مماسل، اینا رو دنده سبرتان تشریح میکنم در مرتسم شما تو تصور کنین یک چراغ دستی اینجا گرفتین یک چراغ دستیره این یک چراغ دستی قبلش کنین نور انداختین از این جمع بودن نور که بندازین این سایه از این جمع از اینجا ما نور رو بندازین این. سایه اینجا این تو یک چیز رسم میشه همین رو به یک رنگ دیگه میگیریم که شما بفهمین اینی مرتسم شد اینی مرت... اگه ای باشه مرتسم میگیم ای زبر به بنامی چی یاد میکنیم محور ارتسام اینی جه یک زاوی تیتا داریم زاوی تیتا. یا فکر کنیم جه ادامهش ای دادیم این زاوی تیتا را داریم انال ای ایزاوی تیتا که ما و شما داریم خیره طول مرتسم چطور پیدا میکنیم از ما و شما پرسان میکنه که زبر طولش چند است بسیار آسان بگو ای ضرب کوساین تیتا هر چه قضاویه خرد شد مرتسم بزرگ میشه هر چه قضاویه بزرگ شد مرتسم کوچک میشه باز ده هندسه گفتم در این مورد بیشتر برتان شو درس میتونم دمی روزای نزدیک بخیر درس هندسه را شروع میکنم سوال آورده طول یک وکتور 20 سانتی متر است طول وکتور 20 سانتی متر است تیتا سی درجه است یا به الفا نشان یا برچی شما, شما مرتسم طولش پیدا کنید ای زبر پیدا کنید شما میگین ای زبر است. ای ضرب کوساین تیتا ای 20 سانتی متر ضرب کوساین سی 20 سانتی متر خودش کوساین سی جذر 3 بر دو یک دو 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 20. ده جذر سی سانتی متر انشالله گفته طول یک وکتور 15 و مرتسمش نوست شما زاویه را پیدا کنید طول زاویه 15 فوت و مرتسمش 9 فوت شما تیتا را پیدا کنید خیر از رابطه دوستای نازنین شما میتونیم بگیم که ساین تیتا مساوی است مرتسم بر خودش قیمت میمانیم مرتسم چند داده؟ نو خودش چند داده؟ پانزده فوت کت فوت خلاص سی سی نو پنج سی پانزده سفر شش شش پنج سی سفر شار شش اینالی سفر شش درس پیشتر اگه باشه کوساین پینجا و درجه بود خدا این باز مسئولیت نداریم از جدول لوگارتم باید ببینیم در نتیجه کوساین تیتا که سفر شار شش است از اوجه تیتا چند درجه است؟ درجه درجه انشالله فهمیدیم مثال دیگه اگر طول یک ویک... مرتسم یک وکتور با محور اتصام زاوی سی درجه تشکیل میداد تیتا را سی درجه بر ما داده مرتسم بر ما داده شش جزر سی سانتی متر از ما طول وکتور خواسته فرمول داشته مرتسم مساویس ای ضرب کوساین اینالی ای نامعلوم است ای زبر بر کوساین ای زبر چند است؟ شش جزر سی سانتی متر بر کوساین سی شش جذر سه سانتی متر باشه کوساین سی جذر سه بر دوز اینی ای که تزی ای خلاص میشه دو میره در اینجا زر میشه میشه دوازده سانتی متر سوال دیگه است گفته اگر یک وکتور ده و زاویش هم شست باشد مرتسمش پیدا کنی آسان است دیگه وکتور داده بر ما ده متر تیتار داده شست درجه ای زبر خواسته خواستان است نه تکرار است ای زبر مسایس ای ده متر ضرب کوساین شست ده متر ضرب یک بر دو مسایس میشه پنج متر رسیدیم دوستای نازنینم به سوالات فصل اول از سوال اول سوال های کنکور شروع شده چهار جوابی مقبول کتاب برتون تهیه کنین مدبی محترم قرطبه چاپ کرده دیگه ما در خرید و فروشش ده هیچ چیزش کدام دخل تصرف ندارم میتونین نمی کتابه بگیرین اگر نیار فیزیکی که دارین مقصدی یک چیزه که خوب است پنج چار پنج نفر استاد سرش کار کردیم ما انجینیر سای بنی فلا یکیمی که قسمت اصلی کار کرد استاد وید استاد سمیولای نصرتیار میتونین بگیرین سوالش شعل کنیم چند سوال است شست افتاد سوال افتاد سوال است درس ما رسید به بقوه باز در درس دیگه انشالله قوه را تشریح میکنیم و چون قوه یک کمیت وکتوری اصول وکتور بالایش زیادش قابل تطبیق است درس آسان میشه وکتور خوب یاد بگیرین این بی معصلی وکتور ها در اونجا در دا قوه داریم اما تو تجزیش داریم کل گپا هم دیگه است دیگه انشالله او را مطمئن هستم شما یاد می داشته باشین دیگه سنفیه هم خبر کنین درس ها را تقیب کنه پدر مادر تانم سر روی ببوسه که قضا احمد کش هستین احترام پدر مادر فراموش نکنین سربلند و پیروز با امید یک افغانستان آباد با مردم باسواد برابر با دنیا برادر با دون مردم دنیا و مؤثر در دنیا داشته باشیم خدا